نسبت درآمدهای پایدار، یعنی مجموع درآمدهای گمرک، سود سهام شرکت‌ها، مالیات، درآمدهای غیر نفتی و غیر از استقراض‌ها، از مجموع درآمدهای دولت سهم درآمدهای پایدار از 45% در سال 1400 و 1401 به 52% در سال 1402 افزایش پیدا کرد. یکی از مطالبات مهم مردم اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش هست. ما سعی کردیم که این رو در بودجه سال جاری به خوبی بهش بپردازیم. اعتبارات بخش فرهنگ، گردشگری و ورزش و جوانان رو ما حدود 45% رشد دادیم، در صورتی که رشد بودجه دولت صرفاً 23%. بنابراین با توجه به اهمیت این بخش طبیعتاً توجه بیشتری شد. فقط ورزش از 8000 میلیارد تومان به 16000 میلیارد تومان اعتباراتش افزایش پیدا کرد، یعنی تقریباً دو برابر شده. در بخش سلامت هم ما شاهد تحول قابل توجهی هستیم. اعتبارات بخش سلامت امسال با 30% افزایش به 409000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. به طور مشخص ما 25000 نیروی جدید رو برای کادر درمان امسال استخدام خواهیم کرد، منابعش پیش بینی شده. 1800 نفر عضو هیئت علمی جدید در دانشگاه علوم پزشکی جذب خواهد شد و مجموعاً 4000 میلیارد تومان برای تکمیل کادر درمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی ما اعتبار پیش بینی کردیم. برای تغذیه دانشجویان پزشکی به طور مشخص‌تر ما 3500 میلیارد تومان اعتبار دیدیم که بیش از دو برابر بودجه سال گذشته است. یکی از موضوعات مهم دستیاران تخصصی در حوزه پزشکی هست که اینها با تنگناهایی مواجه بودند. ما با آسیب شناسی که انجام دادیم برای سال جاری 3000 میلیارد تومان منابع تخصیص دادیم. برای مناطق محروم ما 1500 میلیارد تومان پیش بینی کردیم به عنوان ماندگاری و مقیمی، حق ماندگاری و مقیمی پرداخت بشه. در آموزش و پرورش 70000 معلم رو ما امسال جذب خواهیم کرد و منابع لازم برای اونها پیش بینی شده. اطلاعی که بنده تا دو روز پیش از آمار سازمان مالیاتی دارم، تا دو روز قبل 137000 معدی متصل شدن به سامانه معدیان و دارند از مسیرهای پایانه فروشگاهی استفاده میکنند. مجموعاً هم بیش از 1.5 میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده که بخش اعظم اونها، یعنی حدود 57%، از طریق شرکت‌های معتمد این اتفاق افتاده و 40%+ هم نه، مستقلاً خود معدیان هستند که مستقیم صورت حساب الکترونیکی رو ارسال کردن به سازمان امور مالیاتی. در دهه 1390 یکی از نقاط ضعف سیاست گذار این بود که با توجه به اینکه غایب بود دولت در نقش تنظیمگری و رگولاتوری بازار مسکن در کشور، موجب میشد که سایر نوسانات مثل موضوعاتی که جناب علی بهش اشاره کردید خیلی سریعتر سرریز خودش رو در بازار مسکن و قیمت اجاره بها هم نشون بده. دولت 13 در دو سال گذشته تلاش کرد که هم این رویکرد رو تغییر بده و هم سیاست‌های ناظر به مدیریت و تنظیمگری بازار مسکن و حتی حوزه اجاره بها رو هم کمک بکنه، چه از طریق تصویب قوانین جدید چه از طریق مقررات و مصوبات که خود شوراهای عالی و هیئت دولت در این زمینه داشتن، از جمله موضوع مالیات بر دلالی مسکن که شما مطلع هستید. شاید بشود گفت مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارائه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت هم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، مراحل مجلس را هم به خوبی طی کرد. ما همین روزها منتظر این هستیم که شورای محترم نگهبان
مصوبه نهایی لایحه ساماندهی رو قبل از شروع فصل نقل و انتقالات که مورد دغدغه مردم عزیز ما هست به دولت ارسال بکنن. در اون قانون ظرفیت‌های خیلی خوبی دیده شده، از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها رو از حد مشخصی بیشتر افزایش نمیدهند هر سال مشمول اون تشویق ها قرار خواهند گرفت، بالعکس موجرانی که از حدود تعیین شده بیشتر افزایش اجاره بها دارند به پرداخت مالیات ها و عوارضی در واقع محکوم خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که بتواند نظارت خودش رو بر زنجیره حوزه بازار مسکن تا حوزه بنگاه‌های معاملات املاک و امثال هم گسترش بده. ما در سال گذشته از جمع 2194000 میلیارد تومان بودجه عمومی که پیش بینی شده بود 2143 در واقع هزار میلیارد تومان عملا تحقق داشتیم، یعنی بودجه در سال گذشته حدود 95% تحقق پیدا کرد. به طور مشخص‌تر ما در بحث هزینه‌های جاری که بخش بزرگ بودجه را تشکیل میده 99.2% تحقق داشتیم، تخصیص‌های ما انجام گرفت. ما در برخی از دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی تخصیص‌هایی که دادیم اینها بالغ بر 110% بود. حالا برای سال جاری هم ایزن همین گمانه‌زنی‌ها وجود دارد. من میخوام اینو عرض بکنم، امسال وضع ما از سال گذشته به مراتب بهتر است. ما رشد بودجه‌ای که پیش بینی کردیم و الان تصویب شده سرجمعش در قسمت اول بودجه نسبت به 402 صرفا 23% رشده. طبیعی هست که وقتی که رشد بودجه رو ما محدود میکنیم یعنی اطمینان پیدا میکنیم که منابع ما میتونه پاسخگوی این رشد باشد.